بسم الله الرحمن الرحيم. ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى: لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يلوين درب المدى <applause> ولولا الهدى ربنا واليقين لضاعت زهور الجراح الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين فكر ما كنم كمشكلة بزرق كما باورو بروستن همو ضعف إيمان است چون ایمان ما ضعیف است بنان در کل ساحات حیات ما خود را شکست خورده و بیچاره و با مشکل روبرو می بینیم شاید تعداد زیادی از مردم به این فکر بوده باشند که علت سقوط و بیچارگی مسلمانا ها به تفاوتیشان در رابطه به ای و ای و, ای و, ای و ای شاید تحلیل خواهد کردن ما نمیگم که اونها عوامل عادی است یا اسباب کوچک است قطعا باید برش متوجه شویم و دقیق شویم برش ولی تا جایی که من میفهمم مهمترین عامل سقوط از مسلمان ها ضعف ایمانشان هستند به که رب العالمین برایشان تعیین کرده است هرگاه ایمان ضعیف شود طبیعتا در کل ساحات شکست شروع میشه هرگاه ایمان قوی باشد و زندگی متحر اصحاب کرام رضوان الله علیهم مجمعین برای ما شما اصوه و نمونه بود و نمونه است اونا به اصلا کدام کلان کلان شهادت نامه دکتورا و ماستری و چی و چی را با خود نداشتند و کدام تجربه بزرگی از از حیات سیاسی و اقتصادی اجتماعی ادبی فرهنگی و اقتصادی را هم نوشتن. ولی چون سخت راسخ بودن به منهجی که رب العالمین برشان فرستاده بود شما دیدین که امپراتوری ها را سقوط دادن تمدن بسیار بزرگ را پایریزی کردن و تانستن یک نکمونه از حکومت را در همه عرصه هایش و واضح روشن قوی باثبات و نیرومند را تشکیل بدهد ما از نظر فهم و اصلاح شناخت تکنولوژی معاصر چطور که حساب بکنن مردم نیستیم که خود را عادی فکر بکنیم کشورهای اسلامی عادی بوده باشند خوب جایگاه دارن در این قضایه ولی اصل قضیه چیز دیگری هست که میخوایم اما ضعف است و بزرگترین ضعف شناخت خدا هست یعنی انسانی که الله را خوب نشناسه با در کل عرصه ها سقوط می کند یکی از علما زیبا می فرماید که هرگاه درخت محبت در قلب انسان او غرص شود بعد به آب محبت او آبیاری گردد و به مطابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم طبیعتا سمره بسیار خوب و زیبای خود را خواهد داشت پس هرگاه انسان به شهادتین گواهی بدهد در حقیقت اتصال پیدا می کند با پروردگار عظیم با مجرده که میگم اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمدا عبده و رسوله اتصال ما با رب ما تنظیم می شود بعد اگر خواسته باشیم که بیشترتر به الله نزدیک شدیم و نزدیک شویم ضرورت داریم به معرفت الله چه قدر که از خدا بیشتر آگاهی داشته باشیم به با امو اندازه ایمان ما قوی میشود. و چه قدر که از اسما و صفات الهی کمتر بدانیم به امو اندازه تأثیر منفیش را در حیات خود بیشتر داشته می باشیم بعد فکر مادی و مادیگری در زندگی ما بیشتر و بیشتر شدن می رود. پس هرگاه ما الله را بشناسیم به اسما و صفات بلندش در نتیجه شناخت از اسما و صفات الهی در زندگی ما شما دو چیز پیدا می شود یکیش سراسر وجود ما و قلب ما مالامال می شود از محبت با الله متعال یعنی ارگا ما الله را به اسما و صفات بلندش بشناسیم نتیجه چی می شود قلب ما مملو می شود پر می شود از محبت با الله متعال و ارگا ما الله را به اسما و صفاتش بهتر بشناسیم قلب ما پر می شود مالامال میشود از خشیت از الله متعال یعنی در زندگی ما شما دو چیز می آید نتیجه معرفت یکی که سخت الله را دوست داشته می باشیم و از طرف دیگر سخت از الله می ترسیم این دو چیز نتیجه معرفت است که برای یک انسان داده می شود. پس ارگاه ما با خدا محبت داشته باشیم محبت زیبا و قوی باز در راه تقرب به سوی خداوند مطال آماده هر نوع قربانی میشه قربانی مال میتیم قربانی جان میتیم قربانی وقت میتیم و نه تنها ای که ای چیزا را میتیم بلکه با ای قربانی باز هم اما محبت ما و اطمینان خاطر ما و علاقه ما با رب ما بیشتر میشه یعنی ما به اعطا در راه الله متعال و مصرف کردن در راه الله متعال و قربانی کردن آنچه که ما او را دوست داریم در راه الله متعال ما نه تنها که خسته میشیم و پشیمان نمیشیم بلکه به واقعیت امر بهترین لحظات حیات ما همو لحظات است که ما چیزی را بر رب خود میدیم و, و یقینا که او خوشوقتی و او زیبایی و او تراوت او اطمینان قلب در هیچ حالتی از حیات شما پیدا نمی و نمونه هایش بیشتر زیاد است تجربه بکنیم هرگاه ماه مبارک رمضان باشد و شما افتار را تیار میکنین بعد روزداری را میبینین و ای افتار خود را با او بتین قسم با خداست که تو فکر میکنه که بهترین چیزها را ما خوردیم در حالی که خودت را محروم ساختی و برای از او دادی و ارگاه محبت با رب بیشتر شد و شناخت با رب بیشتر شد پس این انفاقات همش آسان می شود و زندگی بزرگوار حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام برای ما و شما نمونه است که او به خاطر محبتی که با رب داشت و مو دوستی که با پروردگارش داشت شما می بینین که 84 ساله آدم می شود یک لحظه آرام نیست و ای کل سفر را متطعی میکنه از اون محل به اون محل از اون محل به اون محل و جانش که جانش است امور را هم میدهد و بسیار با،, با, تمام قوت و شجاعت هیچ از آتشی که نمرود برش در داده است حراس نمی کند. با محبتی که با ربش داشت چنان قوت در وجودش بود که اصلا ما نمیتونیم تصور بکنیم شما باور بکنین از تصور ما بالاستن یعنی یک کسی که عروسی کرده باشد بعد از 80 سال سال الله متعال برش فرزند بدهد و او فرزند را هم با دعا و نیایش خواسته باشد باز پروردگار باش دستور بد که تو برو در جایی در جایی برو که هیچ کس زندگی نمی کند کس زندگی نمی کند بعد چی بکو؟ این خانه جوان تم همون جایلا کو. فرزند نوزادت هم در مجایلا که خودت چی برو خودت برو بسیار سخت نیست یعنی هرگاه ما را خود تصور میکنیم باور بکنیم هیچ در ذهن ما نمیاره که ما چطور خانم خود را بدون هیچ کس بدون هیچ فامیل بدون هیچ زندجانه او را اما بکنی و خودت بری بیست پیشش ذهن یعنی ما چند سوال ها شاید شود ولی چون خدا را مشناسد معرفت با الله دارد چی رقم معرفت دارد؟ اتو تو معرفت دارد که الله خالق و مالک و متصرف همه ما شماست مرگ و حیات را کی میدهد؟ الله میدهد عزت و ذلت را کی میدهد؟ الله میدهد مرض و شفا را کی میدهد؟ الله میدهد رزق کی میدهد؟ الله میدهد به این باور داریم؟ خب باور ابراهیمی نداریم صحیح شد؟ ابراهیم سخت سرزی باور داشت به نان گفت که خدا تابع هستم فرزندش کت خانمش در امیر رقم یک جایی که آب وجود ندارد امسایه ها وجود ندارد انسان زندگی نمی کند بس گفت که امی جاییش لایش تو خودت بود پس نگفت که خدای نان شد اصلا این سوال مطرح نکرد خدای آبش شد و میشه این سوال مطرح نکرد آیا کسی به یه اولادم ضرر نرسن ایسا ولا مطرح نکد چرا؟ بخاطر که او باور بیدر که ولا تسقط من ورقه الا یعلمه پس برگ نمی ریزد بدون اذن خدا ای میشه که اولاد را کسی ضرر برساند میشه که بناموسی مرا کسی ضرر برساند یا ابدا امکان ندارد زیرا او مسلط بر اوضاع است همه چیز در اختیار اوست پس او تعطی الملک من دشا.

بنان عقیدش هم با اون بود خانم خود اعلام میکنه و میرود میفهمه رب با او چی کرد بس به اصلا بیناموسش ساخت؟ نه اولادش گرسنه برش ماند؟ نه بی آب ماندش؟ نه ای تو آب برش داد که تا انسان در روی زمین زنده است او آب باید بخورد او آب برش داد ولی فکر بکنیم که امی, امی آب دادنش و امید که الله برش داد یا فوق تصور ماست الله این معامله میکنه با کسی که او را بشناسد و او او را بشناسد هیچ گفی نیست کسی که الله را بشناسد و تصرف از الله بداند نتیجه چی می شود؟ اِنَّ قد قَدْ جُمِعُوا لَكُمْ فخشوهم. اما تو دوازده هزار نفر بر جمع شده است و از ترس به اصلاح جای پیدا نمیکنین مشکلات وجود دارد. الله چی میگه؟ مسلمان چی میگه؟ حسبن الله و نعم وکیل. حسبن الله و نیامل وکیل. ختم خانمی متعهدی باورمندی به با ای باور دارد. که هر کسی که با خدا در خدمت الله رفت رب العالمین او را به کسی نمیگذارد پس امیقا علاقه داشت که در منبر شوهرش کسی دیگری نباشد باید از خانواده خودش باشد این خانم یک تعهد به الله کرد گفت که این نظر تو لکه ما فی بطنی محررن فتقبل منی نمیره گفت فلما وضعتها وقتی که دخترک با ای ای طفل به دنیا گذاشت به زمین گذاشت و دید که دخترک است سخت نالید و به خود گفت که من خودت فکر میکردم که انتو شود که رهبری از این بیت المقدس را بکند ولی این دخترک خو نمیتاند کی کار انجام بدهد ولیس ذکر کل مرد همانند دختر نیست نیست ارگاهی کلام مادر حضرت مریم بدانیم تأثیر خود را به زمین مگذارد ولی اصل تفسیر تو نیست الله برش میگه ولیس ذکر کل هیچ مرد همانند از دختر شده نمیداند دقیق شدین؟ هیچ مرد همانند ای دختر شده نمیتونه بسیار مردها از این پایین است او چیزی که تو تصور میکنی امور قیادت و امور رهبری رب العالمین به این دختر و به این خانواده میده. بعد دختر را گذاشت رب العالمین چنان عظمت برش میدهد 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 قوت روحی قوت معنوی امور محبت با رب قدر در این دختر بلند است که روز زکریا علیه السلام پیغمبر از داخل می شود می بیند که میوه های عجیب و غریبی در پیش رویش است و هست. ور خطا می لکی هاذا قالت هو من عند الله پس مردم پشت نان می او نان گذاشت الله را گرفت الله چی می از جنت برش روی می بگی من الله ای از باور است ارگاه باورها با محبت که اساس شناخت الله هست صورت بگیرد بعد به این چیزایی که ما شما می ما شما برش فکر میکنیم مثلا ای بسیار چیزی عادی است صحیح شد بسیار چیزی عادی است پس هر قدر که الله را بشناسیم قلبتان مالا مال از محبت با خدا می شود. و ارگاه محبت با الله آمد سبحان الله باز یک نوع عجیب تعبیر قرآن می کند. رضی الله عنهم و رضو عنه الله از اینها راضی میشه اینها از الله راضی میشه با چیزی به معنای شکایت وجود نداره دقیق شدین چیزی به معنای شکایت وجود نداره سبحان الله این گپ به اندازه بلند می شود که چیزی که در دل تو بگرده الله بر تو میده چیزی که دل تو بگرده، الله برت میده که آنقدر الله تو رو دوست داشته می باشد و تو تمام روز کوشش که الله به چی خوش میشود شود تو قربانی میتی و الله هم بر زمین ما ساید میکنی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا شما ببینین فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قبلت ترضاها. تو که چون راضی میشی به که به طرف کعبه نماز بخوانی ما تو را بر میگردانیم متوجهت میکنیم به مو قبله که تو دوستش داری اما نیست الله رضایت که را میخواهد رضایت پیغمبرش نمید آن قدر ای را دوست داره که سرش سوگن میگه لعمرک سوگن به جان تو این هم لفی سکرتم یا این مردم بشه بیاقل چرا تو را نمشناسد این محبت به اندازه بلند می رود که یکان تعبیرایی که دوستای خدا دار عجیب است خب بسیار تعجب انسان می کنه. یکی از اولیاء الرحمن و رحمان و که یک جولان کردم یک جولان کردم در زندگی رسول علیه الصلا و بعد در بین خودم و در بین پیغمبر هزار مرتبه را گفت پیدا کردم هزار فاصله را و قسم به خداست که در یک مرحلش نزدیک میشون و میسوختم در یکیشون نزدیک میشونم بعد میگه که پیغمبر از دنیا رفت ولی کسی نشناختش دقیق شده پیغمبر از دنیا رفت برای کس ای چی رقم دیدن است؟ این دیدن ما شما باره نیست خب؟ ما کل لگه بمی ظاهر گرفتیم سرش بحث کرده بعد معنوی و طی مراحل معنوی را کاملا فراموش کردیم متوجهش نیستیم من فقط شای لایاتی و اوی تو میگوید پیغمبر رفت ولی کسی نشنام زیرا ما یک جولان داشتم و در بین خودم و در بین پیغمبر الاسلام هزار فاصله را دیدم هزار مرتبه را دیدم به یک مرتبهش نزدیک می شدم وجودم می وجودم ای کلش در حقیقت یک مخلوق که به این اندازه بزرگ می شود چرا؟ چون خدا را بیشتر مشناسد هر کسی که خدا را بیشتر شاخت زندگیش مالا مال از محبت پر میشه در پهلوی محبت زندگیش مالا مال از خدا میترسه ترس خدا رب چی میگوید؟ انما یخش الله من عباده العالم از خدا کی میترسن؟ زیاد کی میترسن؟ دانشمند ها زیاد میترسن کدام دانشمند از خدا میترسن؟ و دانشمندی که باد معنوی را تی کنه سی شد باد معنوی را طی بکند او سخت میترسد و ترسش هم وستازا ترس از این نیست که داتش انداخته شود و دوستای خدا از خدا ای به این معنی نمیترسد که دوزخ وجود دارد به این اند... ای میترسد امو رازی که در بین او و در بین الله هست امو نوع از ادبی که ای داره با الله سخت از الله حیا میکند ترس به معنای چی است به معنای از الله حیا از الله سخت حیا میکند آن قدر سرشان گران تمام می شود آن قدر سرشان گران تمام می که تعبیری را از خود نشان بده سخن را از خود نشان بده حرکتی را از خود نشان بده که او میگه موجب موجب رضای خدا نشود از این خاطر میترسن ترس به معنی از این نیست که الان چی میشود ترس به این معنی که سر از عمل الله راضی نشود رضایت الله را همیشه در, در فکرشان خب، پس کل چیز به می برامد که ما الله را باید بیشتر بشناسیم ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى لك الحمد إني حزين حزين وجرحي يلون درب المدى ولولا الهدى زهور الجراح سدى جراحي وماذا تكون الجراح اليس الجراح هدايا القدر اليس الجراح هدايا القدر اذا ما ارتضيت ويطير الجناح القمر. لك الحمد في الليل حتى الصباح لك الحمد في الصبح حتى السحر لك الحمد في الصبح حتى السحر ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون صدى. لك الحمد أني حزين